بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از همراهی مخاطبین عزیز روزنامه فرهیختگان. امروز میزبان آقای دکتر سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور هستیم و قرار هستش که در ارتباط با آخرین اتفاقات و موضوعات و مسائل مربوط به محیط زیست کشور توی این دوره یک ساله اخیر مسئولیت ایشون گفتگویی داشته باشیم و به این موضوعات بپردازیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی ممنون بابت اینکه قدم رنجه فرمودید، تشریف آوردید روزان فرهیختگان. خیلی متشکر، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تشکر میکنم از شما به عنوان دبیر بخش محیط زیست. حالا دبیر بخش اجتماعی، ما بیشتر شما دبیر بخش محیط زیست معرفی میکنیم، که همواره در میدان بودید، از مدیر مسئول محترم، از سردبیر محترم، که روزنامه فرهیختگان از دید ما خوب اسمش کاملا مشخصه، جمع فرهیخته‌ای رو مخاطب قرار داده و سعی میکنه انشالله فرهیخته سازی بکنه، یعنی با فضایی که ایجاد میکنه، با در حقیقت خوراکی که به جامعه تزریق میکنه و مخاطبین حتما اگه من مثل من نوعی فرهیخته هم نباشن، کم کم این شرایط رو مهیا میکنه که با توجه به اطلاع رسانی و آگاهی رسانی صادقانه و شفاف و تحلیل های عالمانه، انشالله فضا رو به صورت فرهیخته، به سمت فرهیختگی پیش میبره. مخاطب فرهیختگان خوب واقعا قشر فرهیخته کشور هستن. مسئولیت فرهیختگان فکر میکنم در بین همه رسانه‌های کشور یه مسئولیت کاملا ویژه‌ای، چون اینجا هر گونه حرف زدن و هر گونه قلم زدنی نمیتونه مخاطب پاسخ داشته باشه. اینجا حتما هر جور شما بنویسید، از طرفی حتما برای شما به اندازه کافی پی‌نوشت می‌نویسن، پی‌نوشت می‌فرستن و جامعه مخاطبش، شما جامعه کاملا در حقیقت برجسته کشور هست و خوشبختانه این تعمیمش به کل جامعه هم توسط رسانه شما به نحو مطلوب انشالله انجام میشه. خب من خیلی خوشحالم که روزنامه فرهیختگان ما رو جز روزنامه های محیط زیستی کشور میدونیم و واقعا این احساس رو داریم که جامعه‌ای که به محیط زیستش اهمیت بده، اون جامعه جامعه موفقی خواهد بود. امروز دنیا داره میبینه چالش های محیط زیستی رو در همه ابعاد خرد و کلان داریم کاملا احساس میکنیم و مردم ما عدو شود سبب خیرگر خدا خواهد، خودشون نسبت مسائل محیط زیست الان اصلی ترین مطالبه گران مردم هستن. یعنی حتی قشری که شاید خیلی مخاطب شما نباشه، یعنی قشر واقعا حتی بی سواد جامعه الان نسبت به موضوع محیط زیست کاملا مطالبه گر هستن و شاید یکی از مسائلی که اگه ما هر کجا قصور بکنیم سری مردم موضع میگیرن مسائل مربوط به محیط زیست. خب در دولت 13 و دولت انقلابی مردمی، من اینو خدمتتون بارها عرض کردم، واقعا یکی از دولت‌هایی که شاید دوستان دیدن بعضی اوقات می‌نویسن بر اساس که آقایون گفتن که این محیط زیستی در این دولت بعد از انقلاب بوده، روش علامت سوال می‌ذارن. خب ما وقتی این بحث مطرح میشه توی رسانه‌ها و توی و افکار مردم این بحث رو داریم مطرح میکنیم، مبتنی بر واقعیتی است که اتفاق افتاده. یعنی شما تو این دولت دولتی نبود که بر مبنای، چون من اینجا خدمتتون عرض کنم، الان تو جلسه هم عرض کردم که بحث محیط زیست یکی از ظرفیت هایی که در حقیقت به نوعی سرمایه اجتماعی ایجاد میکنه و سرمایه اجتماعی بسیار فراگیری هم در سطح کشور میتونه ایجاد بکنه. این موضوع الان باعث شده که ما این دولت بدون اینکه شعار محیط زیستی بده، خیلی از دولت‌ها الان تو دنیا هم نگاه بکنید با شعارهای محیط زیست میان سر کار و بیشترین آرا رو از کفه محیط زیست طلب میکنن، ولی این دولت این شعارها رو نداد. واقعا بر مبنای اعتقاداتی که داشت و بر مبنای اینکه باید بیاد در میدان، بیاد بارهای بر زمین مانده این نظام رو برداره و کار مردم رو که بر زمین مونده اون رو برداره و کارش رو انجام بده، اومد تن به ساخت این دولت داد و از شعارهای محیط زیستی استفاده نکرد. ولی عملا وقتی تو میدان عمل دیدیم، یکی از دولت‌هایی است که در همین تقریبا یک سالی که الان بنده به عنوان یک خادم کوچک هستم تو این دولت، از نزدیک دارم می‌بینم دغدغه اصلی رئیس جمهور ما مباحث محیط زیست و عملا هم نشان داد. یعنی خود ما، یا شاید بحثمون این بود روزهای اولی که در دولت اومدیم تو مسائل محیط زیست کشور، ما احساس کردیم که اولا محیط زیست بایستی از سیاست زدگی فاصله بگیره، از باردهی و در حقیقت باردهی تو بخش سیاست متاسفانه فاصله بگیره، چون محیط زیست یه ظرفیت خیلی مناسبی برای باردهی به دولت‌ها بوده، به افکار مختلف بوده تو کشور
ما گفتیم اول این بایستی حتما این فاصله بگیره. فضای مجازی فضایی که محیط زیست کشور را اداره میکرد، مدیریت میکرد، گفتیم از این فضا واقعا فاصله بگیره و بیایم به صورت تخصصی مشکلات محیط زیست کشور حل بشه. بر همین اساس دولت هم خوشبختانه همین روی کرده، واقعا خود ریاست محترم جمهور داشتن. من به دو تا بحث اساسی اینجا اشاره میکنم، یکی بحث موضوع پسماند و یکی موضوع گرد و غبار کشور. شما اگه دقت بفرمایید تو همین بازه زمانی یک ساله واقعا گام های خیلی رو به جلوی تو این دو تا معضل اساسی کشور برداشته شد. خب ما تو بحث پسماند اگه نگاه بکنیم، کدوم رئیس جمهور هست که خودش شخصا میره هم منطقه رو بازدید میکنه، تو بحث پساب ها، تو بحث پسماند ها، هم در سفر گیلان که توجه بفرمایید نسبت به موضوع هم سراوان، هم بحث زرجوب و گوهر رود، هم نهایتا تالاب انزلی. خب خود ریاست محترم جمهور هم از ما مطالبه میکنن که چه کاری اتفاق افتاده و همین که مرتب پیگیر هستن، یعنی و خوشبختانه تصمیم های فوق العاده خوبی هم واقعا توی یک سال گرفته شد و عملیاتی شد که حالا شد حتما خدمت تو عرض میکنم. این از یک دیدگاه. دیدگاه دومی که دولت، من یادم از روزی که گرد و غبارهای خارج از کشور کشور رو شدیدا متاثر کرده بودم، من تو دولت حضور پیدا کردم، آره رئیس جمهور فرمود آقای سراج کجا اومدی، تو دولت کجا اومدی، همین الان بلند شو برو و با هواپیما برو، هر کاری که باید انجام بشه، هر این بحث دیپلماسی محیط زیست، صحبت، گفتمان، هر اتفاقی با کشورهای منشأ باید اتفاق بیفته، برو همین الان کارتو انجام بده و اصلا نمیاس دولت بیای. و میرفتیم که در یه بازه زمانی چند روزه، خب با توجه به اینکه کشورهای همسایه بودن و کشورهایی بودن بر اساس خارجی هستن، خوشبختانه اتفاق افتاد و کارهای انجام شد. و شما اگه دقت بفرمایید اولین نشست شاید در طول سابقه کشور سابقه نداره که تقریبا 11 تا کشور همسایه ما، به غیر از کشورهایی که ما باشون مراوده سیاسی نداشتیم یا کشورهایی که دولت مستقر ندارن، و این اتفاق میمون افتاد که خود ریاست محترم جمهور هم شخصا تو جلسه تشریف آوردن. یه بحث خیلی عالی بود که خروجی های خیلی خوبی واقعا داشت تو این قسمت، هم بحث ما توی اون اعلامیه تهران، هم بحث تقریبا به نوعی ایجاد سازمان منطقه‌ای محیط زیست به نوعی مورد تایید قرار گرفت، بحث ایجاد دبیرخانه این سازمان مورد تایید قرار گرفت، بحث ایجاد صندوق منطقه‌ای محیط زیست. خب این دستاوردهای فوق‌العاده بود که شما اگه دقت بفرمایید تو سفر اخیر ریاست جمهوری به نیویورک هم به سازمان ملل، وزیر محترم امور خارجه مخصوصا تو این یکی دو روز پایانی که الان دیگه سفرشون تموم شد، تمام مباحث مربوط مباحث گرد و غبار بود و محکم رو مباحث وایس دادن و اینکه جامعه جهانی و مخصوصا دستگاه بین‌المللی باید تکلیف خودشون تو این زمینه انجام بده. خب با این رویکرد ما فکر می‌کنیم که از اون طرف هم واقعا ما محیط زیست رو مبرا کردیم از بحث‌های باردهی سیاسی، مبتنی بر نیازهای کشور، مبتنی بر اینکه محیط زیست اصل زیرساختی برای کشور است، برای همه بخش‌های اهم از صنعت، خدمات، کشاورزی، هر قسمت نگاه بکنیم محیط زیست بخش زیرساختی و زیربنایی هم است. به خاطر همین هم سعی کردیم از این فضای سیاسی بکشیمش بیرون و جدای از اینکه چه اتفاقی قبلا افتاده، کی چه کار کرده است، ما به وظایف خودمون در جهت حل مشکلات محیط زیست کشور پرداختیم. با این روی کرد من روزهای اول دیدگاه می بود که ساختار محیط زیست کشور باید تغییر پیدا بکنه. خب دیدیم ساختار محیط زیست کشور، یکی از وقتی آسیب شناسی کردیم دیدیم یکی از بحثایی که تقریبا هر دو سال نیم تو کشور ما اتفاق افتاده و این ساختار تغییر پیدا کرده، بحث همین ساختار بوده. گفتیم که از نقاط آسیب پذیر محیط زیست کشور این بوده، گفتیم حتما باید کار مطالعاتی انجام بدیم. یک شورای راهبردی ایجاد کردیم در سازمان که این شورای راهبردی تو سازمان هم از سمنها توش مشارکت میکنن، هم اساتید دانشگاه، هم پیشکسوتان بخش محیط زیست کشور، هم از بازنشسته ها یا کسایی که الان فعال هستن، جوانان واقعا تو این دارن شرکت میکنن، که ما میخوایم خروجی این کار رو برسیم یه ساختار متناسب با وضعیت محیط زیست کشورمون. که الان رسیدیم تا حدودی مباحثی که خودمون بهش اعتقاد داشتیم و این کارهایی که اونجا بحثایی که مرتب انجام شد رسیدیم، که امیدوارم این ساختار در اولین فرصت واقعا هم به محک برسه، به آزمایش برسه، ان شاء الله اتفاق بیفته. هم از اون ورم بحثی که وجود داشت، ما خب شاید اولین دولتی هستیم که اولین دولتی بعد از انقلاب میخوام خدمتتون عرض کنم، دولت 13ام که مبتنی بر همه ارزیابی‌های میدانی و مطالعات در حقیقت مبتنی بر پژوهش‌های واقعا عالمانه
به این سمت سو اومد که خب خود دولت یک برنامه تحولی ارائه فرمود. در قالب برنامه تحولی ما هم خوشبختانه دستگاه هم مکلف شدن، خب ما تو اون برنامه تحولی بخش محیط زیست یه رویکردهای خیلی مناسبی براش تدبیر شده، باید اتفاق بیفته. ما تو این قسمت اومدیم مبتنی بر این تو همون شورای راهبردی برنامه 4 ساله رو تقریبا مدون کردیم که امیدوارم هر یکی دو هفته ما چون قول دادیم زودتر از این بیاد بیرون، و این برنامه 4 ساله مبتنی بر همه اسناد بالادستی و مخصوصا اصل 50 قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه تحولی دولت. این برنامه ان شاءالله داره به صورت مدون میاد بیرون که ریل گذاری و جهت‌دهی سازمان کاملا مشخصه و در کنار شاخص‌های ارزیابی گذاشتیم که حتما گام به گام که مسیر حرکت داره انجام میشه این قابل سنجه باشه، حتما سنجیده بشه، حتما ارزیابی بشه. تو این قسمت این کارام داریم انجام میدیم، ان شاءالله که فکر می‌کنم یه اتفاق میمونیه. از اونورم تو مباحث جاری و ساری کشور من خدمت رو عرض میکنم، چون یک سال دقیق بفرمایید، من گفتم همیشه استخون لای زخم های خیلی زیادی در بخش محیط زیست کشور داریم که سالهای سال مونده. بعضی از این استخون ها شاید 15-20 سال واقعا در بخش محیط زیست کشور باقی مونده. مرتب هم داره این استخون لای زخم ها ایجاد میشه و ما مبتنی بر این رویکرد ریاست محترم جمهور که آقا گره های ذهنی مردم رو حل بکنید یا برای مردم گره ذهنی ایجاد نکنید. بر این اساس خوشبختانه رفتیم تو این بحث. شما مصداقاشو دیدید؟ بله، همین روی مصداقا الان ما می‌خواستیم چند تا سوال اگر که لطف کنید پاسخ بدید داشته باشیم. مثلا یکی از اصلی ترین موضوعات که خصوصا دولت قبل خیلی روش مانور تبلیغاتی داشت، مسئله دریاچه ارومیه بود. یعنی اگر قرار بود دولت قبل مثلا این تایتل اصلی اقدامات محیط زیستیش رو بخواد بگه، معمولا روی دریاچه ارومیه و احیای دریاچه ارومیه صحبت میکرد. اون چیزی که ما حالا هم میدانی که خودم رفتم اونجا دیدم، اون چیزی که داریم از تصاویر و وضعیت دریاچه ارومیه میبینیم هیچ ربطی به احیا نداره. اگر هم یه چند برهی سطح آب بالا پایین شد، اون بارندگی های سال 98 شد، اتفاقای اینجوری و اینا بود، ولی حالا دریاچه اساسا خوب نیست و رویکردهای عجیب غریبی هم وجود داره دیگه. یعنی یه سری اظهارات هست که دیگه تقریبا کار دریاچه تمومه، یک عده اینو میگن، یک عده هم میگن نه اگر مثلا فلان اقدامات انجام بشه ممکنه دریاچه احیا بشه. شما به عنوان رئیس سازمان محیط زیست الان وضعیت دریاچه رو چه جوری میبینید و چه اقدامی باید اونجا صورت بگیره که از این حالت خارج بشه؟ ببینید همونجوری خودتون فرمودید تو بحث دریاچه، من یادم هست اون موقعی که حتی اصلا نحوه شکل گیری این ستاد دریاچه من در دولت 11 بود، در 10 بود البته، یادم هست معاون وقت ریاست محترم جمهوری تو جلسه که نشسته بودم بحثای مطرح بود که اصلا اونجا ما بحث گفتیم که میخواد دریاچه احیا بشه بایستی حتما با توجه به مسئولیتی که سال 89-90 داشتم باید اینجا یک ستاد ایجاد بشه و این حوزه آبخیز باید یک مسئول داشته باشه. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، دریاچه ستاد شکل گرفت. حالا بس کاری نداریم که این ستاد در عمل کدوم دانشگاه، چه دانشگاهی، دانشگاهی که شاید اصلا لحاظ بحث ارتباط با طبیعت ارتباطی نداشت، بیشتر تو بحث صنعت بود، بیشتر تو فضای برسات اومد، تو این قسمت قرار گرفت که دانشگاهی دیگه کشور داشتیم با توان خیلی بالا و کارشون این بود، میتونستن تو این بساب تیم قرار بگیرن. خب خلاصه این ستاد تشکیل شد و تصمیماتی گرفته شد تو کشور، پروژه های تعریف شد، بر صورت نشست های علمی متعدد برگزار شد و یه بخش سخت افزاری یه بخش نرم افزاری تعریف شد. تو بخش سخت افزاری کارهای انجام شد، اعتبارات تو کشور هزینه شد، چون بحث ساخت سد کانیسیب، چه تونل زاب، چه نهایتا تصفیه خانه هایی که بر صورت تو منطقه داره اتفاق میفته، انتقال آبی، بس انحراف آبی که انجام شد، همه این قسمت ها انجام شد. ولی فاز دومی که تقریبا مکمل اون بحث باید انجام بشه، یعنی عرض کردم این باید هم این بحث باید تر سخت افزاریش تمام بشه از دیدگاه ما و هم بحث نرم افزاریش که خیلی مهمتره. یعنی بحث نرم افزاریش من فکر میکنم که دستاورداش خیلی ارزنده تر خواهد بود و ملموس خواهد بود که تو بحث نرم افزاری که حالا البته بحث سخت افزاریش خودتون الان واقف هستید که تونلی که انشالله تونلی که ترمیم بشه، مشکلاتی که داشت لحاظ فنی داره ترمیم میشه، این ترمیم بشه بحث انتقال آب کانیسیب توسط تونل زاب انتقال خواهد انجام شد و 600 میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه خواهد شد. از اون ور بحث تصفیه خانه ها بودن که تصفیه خانه ارومیه و تبریز وارد مدار شد و این هم تقریبا 100 میلیون متر مکعب آب رو تزریق میکنه به دریاچه. ولی بحث اساسی بحث برنامه نرم افزاریش که برنامه نرم افزاری بیشتر تو بحث مصرف آب و
داره برنامه میده. و یکی از اولین بحثایی که اینجا باید حتما انجام بشه، دستگاهی که مسئول هستن، هم وزارت جهاد کشاورزی با تمام قوا باید بیاد جلو، هم وزارت نیرو. یعنی دو تا دستگاه اصلی هستن که باید نقش خودشون اونجا نقش رو مشخصه، باید واقعا به نقش خودشون بپردازن و عمل بکنن. که تو این قسمت خب وزارت جهاد کشاورزی قول داده که تو همین هفته آینده مطابق قانون هم تا آخر شهریور از برنامه الگوی کش رونمایی بشه، که وزیر محترم جهاد کشاورزی امروز قول دادن که تا هفته آینده این بحث در حقیقت پرده برداری از رونمایی از برنامه الگوی کش انجام بشه و اینجا همه دستگاه باید بیان پای کار، چون صرفا یک وزارت خونه واقعا نیست. اگه این بحث انجام بشه، ما تو بحث هم گونه های کم آبر، هم مردم، یعنی واقعا فرهنگ سازی که باید ایجاد بشه و خوشبختانه مردم دارن همکاری میکنن، یعنی واقعا چون مردم برای دریچه ارومیه ما نیاز داریم که حتما معیشت های جایگزین باشه، معیشت های جایگزین پایدار باشه، که این اتفاق اگه بیفته واقعا تو این قسمت تو بحث مصرف و الگوی مصرف آب، هم از جنبه بحث های کشاورزی، هم از جنبه بحث های صنعت تو منطقه، احتمالا خرده صنعت هایی که وجود داشته باشه تو این قسمت، هم از جنبه انتقال آب، فرآیند های انتقال آب، بحث تبخیر، مسائل دیگه که مطرح است، هم از بود این که ما همیشه از وزارت محترم نیرو خواستیم که حقابه محیط زیستی تالاب باید سر تالاب تحویل داده بشه، چون یه موزلی ما با وزارت محترم نیرو داریم. وزارت محترم نیرو کاملا اعلام میکنه، ما میگیم از 3.4 میلیارد متر مکعبی که حقابه دریاچه ارومیه هست، این 3.4 میلیارد متر مکعب باید در زمان خودش، ما به این تاکید میکنیم، در زمان خودش و دقیقا سر ورودی تالاب به ما تحویل داده بشه این میزان آب، که متاسفانه بعضی اوقات انجام نمیشه و از مخازن که آب رها میشه در وزارت نیرو میگه که ما تحویل شما دادیم. عذر میخوام، کلی بهره بردار تو اون وسط هست، یعنی شما وقتی که آبی دیگه به تالاب برسه دیگه آبی نیست به تالاب میرسه، چون اینقدر بهره بردار هست و نیازمندیایی هست که اطراف این مسیر وجود داره به تالاب نمیرسه. ما خوشبختانه تو این قسمت الان واقعا این مطالبه رو از وزارت نیرو داریم. وزارت نیرو هم خوب اومده پای کار، من اینو خدمت عرض میکنم. امسال واقعا چند بار که آب رها شد با توجه به نشست های دو جانبه ای که داشتیم، و واقعا اعتقاد داریم که نشست های دو جانبه مشکلات رو خیلی راحت مرتفع میکنه، به اینجا رسیدیم که تقریبا انشالله این بحث حقابه به نفع مطلوب انجام بشه. این بحث بسته نرم افزاری که بسته کاملا یک بسته کاملی است، انشالله اتفاق بیفته سر زمین و میدانی این بحث پیاده بشه، فکر میکنیم مسائل دریچه ارومیه روزهای خوشتری رو انشالله تجربه خواهد کرد با این وضعیتی که وجود داره. یکی دیگه از مصادیق ما رسانه‌ای میگیم پرونده های محیط زیستی که داشتیم این مدت، ماجرای میانکاله بود، پتروشیمی میانکاله بود، و فرختگان اولین رسانه بود که ما اونجا، خودم شخصا رفتم اونجا، محتوا تصویری هم تولید کردیم و خب خیلی جریان ساز شد دیگه، یعنی بعدش سر حواشی عجیب غریبی داشت. اولا اینکه این ماجراش چی بود، من توی پیگیری هایی که داشتم خب خیلی نمایندگان مجلس، نمایندگانی که حتی اصلا اون استان هم نبودن، فشارهایی می آوردن، بعد اصلا چرا اونجا، بعد چه هزینه هایی واسه سازمان داشت، چون سازمان محیطی واقعا وایستاد سر قضیه میانکاله، چه هزینه هایی واسه داستان داشت، و یه ذره حرفای جدیدتر پشت پرده تری در باره میانکاله نفهمیدیم چی شد، یعنی اصلا چرا اونجا بعد جمع شد. تو بحث میان کار من تشکر میکنم، فریقدگان خیلی محکم اومد پای کار و خیلی شفاف سازی کرد بر اساس واقعیات، هم واقعیت میدانی، هم اون چی که بر اساس تا حدودی پشت پرده بود. خب سال 94 اگه دقت بفرمایید، هیئت وزیران مصوب میکنه که در خطه شمال هیچ گونه صنعتی بارگذاری نشود، صنایع آلاینده. سال 99 میاد اتفاق میفته و توی هیئت وزیران برای اینجا مصوب گرفته میشه و اصلا به نام میان کاله هم مصوب گرفته نمیشه، مصوب به نام شمال کشور. حالا چرا هی سمت سویش به سمت میانکاله هست، که میانکاله ای که بر صورت یه ذخیره‌گاه بین‌المللی هست، بر صورت یک مجموعه هم شکار ممنوع هست، هم منطقه حفاظت شده هست، هم همه خصوصیاتی که، یعنی همه خصوصیات یک منطقه ویژه محیط زیست رو میانکاله داره. بله. و چرا اینقدر اصرار بر این است که اینجا اتفاق بیفته؟ از اون طرف هم برش استانی آمایش، مطالعات آمایش سرزمین استان اینجا رو اصلا برای کاربری دیگه تعریف کرده. همه این واقعیات هست، همه این در حقیقت خروجی های مطالعات علمی کشور همه نشون میده که اینجا باید اتفاق دیگه بیفته و مسببات خودشون هم هست که اینجا برای کاربری دیگه. خب این به هر صورت این اتفاق افتاد، نماینده محترمی در اتاق بنده تشریف می آوردن، می گفتن تا امضا نکنی بنده از جا نمیرم، که من
یادم هست دوشنبه هایی که ما با نمایندگان محترم مجلس معمولا خدمتشون هستیم بهشون عرض میکردم من به شما ارادت دارم و واقعا کمک میکردن خیلی تو مسائل اینا، ولی اجازه بفرمایید بحث های امضای من نیست. اصلا بحث یه فراینده، یه فرآیندی که شکل میگیره میاد و یه تیم کارشناسی قوی. یعنی بعضی اوقات من اینا اجازه بفرمایید اینجا بگم، بعضی اوقات ما ببینیم حتی دستگاه قضا مطرح میفرمایند که من تشکر میکنم از دستگاه قضا تو مباحث محیط زیست خیلی خوب میان پای کار، ولی بعضی اوقات مطرح میکنن که آقا یه کارشناس محیط زیست یه حرف میزنه یه کارشناس محیط زیست دیگه یه حرف میزنه. من همونجا خدمتشو عرض کردم مگه قضات ما در رابطه با یک پرونده یک حرف واحد میزنن؟ همونجوری که نظرات قضات ما و قاضی در رابطه با یک پرونده، یک قاضی رأی به حکم اعدام میدهد، یک قاضی میاد سریع نقض میکنه. بحث اونجا بحث کاملا کارشناسیه، میدان محیط زیست هم میدان کاملا کارشناسیه. و تو این قسمت ما اون فرایندی که باید انجام بشه، دفتر ارزیابی ما یه دفتری هست که وقتی که در حقیقت اون درخواست میاد تو اون مجموعه میره، بعد یک گزارش ارزیابی محیط زیستی میاد و این گزارش ارزیابی محیط زیستی هم زمان میبره چون یه بحث کاملا فنیه و همه جوانب. عرض کردم محیط زیستی که از جایی هست که بیشترین متغیرها توش دخالت دارن، یعنی شما تو هر قسمت یه معادله می‌نویسید، معادله یک مجهولی دو مجهولی چند مثلا دو سه مجهولیه. محیط زیست معادلاتش چند مجهولی و بسیار چند وجهیه. خب این همه مطالعات باید انجام بشه، لحاظ فنی بیاد خروجی کار تیم کارشناسی بشینن، ارزیاب تیم ارزیاب که تو این تیم ارزیاب هم اساتید پیشکسوت دانشگاه هستن تو زمینه محیط زیست، هم کارشناسای مجرب خود سازمان هستن، هم بعضی اوقات نماینده‌های معظم مجلس هم هستن، اون هم میان میشینن توی تیم و این کاملا مورد ارزیابی قرار میگیره. همه جا دنیا هم برید نگاه بکنید، ما آخرین تأکید جدی ما به این معاون جدید در حقیقت سازمان محیط زیست و معاونت انسانی، تأکید جدی ما این هست که از آخرین روش های پیشرفته دنیا که بومی سازی شدن بر اساس روش های کشور خود ما هم متغیرهاش توش هست استفاده بشه و کارهای ارزیابی انجام بشه. خب این یه فرایند زمان بره، داره کارش هم انجام میشه، ولی نماینده معظم میاد میگه میشینه من امضا بکنید که من بروم. خب عذرخواهی میکنم، ما که کشور رو اینجوری بر این اساس هیچ وقت مدیریت نمیکنیم، حتما بر اساس آلمانه مدیریت میکنیم، مدبرانه کارمون انجام میدیم. اون اتفاق افتاد و اصلا هیچ گونه دقت هم کردی تو فرآیند کار هیچ گونه مجوز محیط زیستی واقعا صادر نشه. من باید پاسخ بدم، بر صورت هم به این دادگاه این دنیا همون دنیا باید پاسخ بدهیم. هیچ گونه مجوز مویزی صادر نشد. وقتی وزیر محترم کشورم خدمتشون عرض می‌کردیم شما کلنگ چرا زدید، خب ایشون دقیقاً بحث رو مطرح کردن، گفتم به من گفتم اصلا شما خوندید محتوای نامه‌ها چی بود؟ که اصلا هیچ مجوزی نبود. با اینکه تو سفر ریاست محترم جمهوری هم که این کلنگ زمین خورد، خود همین نماینده بودن، من خدمتای رئیس جمهور بودم، از فرودگاه با هم رفتیم نیروگاه شهید سلیمی کیای نکا رفتیم اونجا و این نماینده به من گفت شما بیاین کلنگ. گفتم اصلا میخوام اصلا هم مجوز ندارد این پروژه، هم سفرهای استانی ریاست محترم جمهور اصلا کلنگی به زمین نمیخوره. همه پروژه‌های بالای 40% پیشرفت و بالای 50% پیشرفت باید بسیار اعتباراتش مصوب بشه، کارش انجام بشه که انشالله کارش تموم بشه و سرمایه کشور که روی زمین چندین سال هست خوابیده، این سرمایه باید مولد بشه. این بحث مطرح بود که حتی اونجا خود ریاست محترم جمهوری هم تو این قسمت برای من گفتن که آقای سراج مواظب باشین این پروژه رو و خودشون هم تاکید جدی داشتن. ولی وقتی ما تو همون منطقه‌ای که برای ما نماینده ریاست محترم جمهور بودیم تو همون شهرستان‌های بهشهر و گلوگا، همونجا خب کلنگ به زمین می‌خوره که دوستانم واقعا وقتی متوجه شدن که اصلا مجوزی در کار نبوده، رئیس جمهور هم مخالف این پروژه اصلا آقای رئیس جمهور، من دقیقاً عرض می‌کنم دارم خدمت رو عرض می‌کنم می‌فهمید پشت پرده خود نمایندگان محترم بودن تو همون نیروگاه نکا که وقتی نماینده محترم اصرار می‌کرد بنده که بریم کلنگ بزنیم، آقای رئیس جمهور فرمود آقای سراج مواظب این پروژه باشید که علامت سوالای خیلی زیادی روشه. حالا من اینجا بحث مطرح کردم و ما هم اصلا نرفتیم دنبال این بحث که بحث وقتی اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم، ببینید اجازه بدید که اینجا این بحث رو مطرح بکنم. وقتی همین نامه ها نخونده هست و اینکه میگن آقا مجوز محیط زیست، هیچ کدوم از مسئولین نامه ها رو نخوندن که اصلا مجوزی وجود داره یا نداره و مجوزهای ما هم تو بحث محیط زیست حتما یه هولوگرام مخصوص داره، حتما یه امضای نهایی داره، این اتفاق نیفتاده. بعد گفتم مجوز محیط زیست. از اونور نمایندگان معظم مجلس شورای اسلامی هم اومدن حتی نامه های بعدش هم که ما مکاتبه میکردیم خوب نخوندن. نماینده معظمی اومد توی مجلس شورای اسلامی گفت که آقای سلاجقه نمیدونم با نفوذهای بیرون از این مجموعه کشور با اونا سر کار داره و ایشون اصلا بحثی که ایشون چه کار داره بحث
پروپیلن رو به بحث سمنان میگه برای سمنان کار انجام بشه. ما اصلا همچین نامه ننوشتیم. من به اون نماینده معظم عرض کردم شما این کاش این نامه رو میخوندید که ما اونجا بحثای پدافند غیر عامل رو مطرح کرده بودیم برای طول لوله 200 کیلومتری که میخواد انتقال انجام بشه و در حقیقت محصول اینجا بره به کارخانه‌ای که در دامغان میخواد در حقیقت ایجاد بشه و اونجا این بحث پدافند غیر عامله. مسائل در حقیقت دیگه اتفاق میفته لازمه که دستگاه امنیتی اینا باید ورود پیدا کنه، کار ما اصلا نیست. یا بعد دوباره خودشون دوستان بعد اونجا نماینده معظم مجلس بازم مطرح فرمودن که وقتی بهشون گفتم آقا اصل نامه رو شما درست بخونید، من توی این فرایند میان کاله جالب هیچ کسی نامه های ما رو دقیق نمیخوند و می اومدن یه مسئله مطرح میکردن که اصلا در اون نامه های ما نبود. سه تا اتفاق واقعا اتفاق افتاد که وقتی خود نماینده معظم وقتی نامه رو خوندن گفت آقا ما گفتم خب شما بخونید دقیق ببینید ما چی نوشتیم. داستان میان کاله در حقیقت این بود که خوب خوشبختانه با من واقعا تشکر میکنم اینجا از مجموعه فرهیختگان و همه رسانه‌هایی که خوب اومدن پای کار، یعنی فرهیختگان هم میدانی اومد هم شفاف اومد بحث مطرح کرد، بحثی که برای این کشور هست، برای این نظام هست. ما اصلا مخالف توسعه نیستیم، ولی توسعه حتما ما ترغیب میکنیم توسعه جایی باید انجام بشه، ما ترغیب میکنیم توسعه اونجا انجام بشه چون این کشور باید توسعه پیدا بکنه، این کشور باید خودش رو سریع برسونه به اون ترازهایی که هم ظرفیت ملیشو داره هم ظرفیت بین‌المللی ایجاب میکنه که کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به نیازهایی که داره باید به اونجا برسه. ما هم ترغیب میکنیم اون جایی که باید توسعه اتفاق بیفته باید اتفاق بیفته. که من همین جای گریز میزنم با توجه به زمان، ما اخیرا یه رونمایی داشتیم از سامانه در حقیقت اطلاعات مکانی سازمان محیط زیست کشور که یه ظرفیت عالی بود در راستای همین بحثی که خدمتتون عرض کردم که ما اونجا 197 تا لایه اطلاعاتی کشور، 197 تا واقعا یک عدد بسیار لحاظ ظرفیت اطلاعاتی اطلاعات علمی و پایه یه ظرفیت بسیار عالی اونجا قرار گرفت. اینا این لایه ها رو هم قرار میگیرن و مبتنی برای اینکه ما بتونیم فرآیندها رو تسهیل بکنیم و لحاظ زمانی کوتاه بکنیم که آقا همین بحث مجوزایی که داره ما الان تمام به معاونت مجلس انسانی دستور داده شده واقعا ایشون داره این کار انجام میده که تمامی استخوان لای زخم های مجلس کشور رو سریع شفاف بکنه، تمام پروژه ها و طرحهایی که تا الان در یه بازه زمانی پاسخ داده نشدن. خیلی از این پروژه های وقتی نگاه میکنیم خود در حقیقت صاحب تر اصلا دنبالش نیومده، بعد تا مطرح میشه میگن سازمان مجلس 5 سال 6 سال 2 سال این پاسخ نداده. وقتی من گفتیم آقا همین رو قربال بکنید، تمام پروژه رو قربال بکنید، خوشبختانه ما اینم بازم خدمت رو عرض میکنم جزء دستگاهی اولین دستگاهی بودیم که در درگاه خدمات دولت تمام کارمون اومد از 36 تا 30 تا در حقیقت خدمت اونجا اومد ثبت شد و جزء برترین دستگاه خوشبختانه بودیم. تو درگاه کسب و کار وزارت اقتصاد کشور 8 تا خدمتی که ارائه دادیم جزء برترین 8 تا خدمت اونجا الان قرار گرفته خوشبختانه تو این سیستم این اونجا قرار گرفته. تو این 197 لایه هم اومدیم کار رو به یه جایی داریم میرسونیم که کم کم فرایندها خیلی شفاف بشه، یعنی خیلی راحت قبل از اینکه یه دستگاه بیان سراغ سازمان محیط زیست ما بریم سراغ دستگاه توسعه کشور و بگیم اگه قرار توسعه انجام بشه برای 10 سال 20 سال 50 سال آینده تو این مسیر و این مکانها این کار میتونه اتفاق بیفته. این کار همین سامانه اطلاعات مکانی که هر چند هنوز ناقصه الهاز داده‌هاش، البته خوشبختانه هم مقیاس سازی خیلی عالی انجام شده در دو مقیاس 1.25000 و 1.25000 ما این ظرفیت رو الان سامانه برای رصد کردن داره خوشبختانه، حتی 4 تا مقیاس اونجا قرار گرفته ولی مقیاس 1.25000 و 1.25000ش الان قابل بهره برداری هست خوشبختانه که ما هر دانشجویی هر محققی هر پژوهشگری خیلی راحت بیاد این لایه‌ها رو تلفیق کنه کارش انجام بده. ما هم به این سمت سو ان شاء الله داریم میریم که فرآیند ارزیابی‌های توسعه محیط زیست کشور رو یه گام واقعا سرعت بدیم و بر اساس مبنای این سامانه داده مبنا اطلاعات مکانی که وجود داره کم کم ان شاء الله تو کارهای ارزیابی محیط زیست حتما مطمئن باشید که روزهای خیلی سرعت خواهد گرفت، دقت کار افزایش پیدا خواهد کرد و مبتنی بر واقعیت کشورمون به بخش توسعه ان شاء الله داده خواهیم داد. بسیار عالی. من فقط دو تا سوال دوتاشو با هم میپرسم، یه خودتون زمانشو مدیریت کنین کوتاه جواب بدی. یکی درباره پرونده بموه. بله. که خب من تو این مدتی که دارم تو این حوزه کار میکنم پرونده این شکلی به نظرم یکی از بزرگترین پرونده های مربوط به زمین خاری حساب میشه تو ایران، پارک ملی و اون شهرک هایی که اونجا ایجاد شد از دهه 70 به بعد، اواخر دهه 70 دهه 80 و اینها، که اصلا این الان تکلیفش چیه، این پیشرویه ادامه خواهد داشت توی بمو یا نه؟ چون به هر حال
صدرای یک و دو که مستقر شدن و هستن و اینها، بوستان و مهستان هست که خب بوستان الان مشکل جدی داره، ساخت و ساز خاصی هم نشده، فقط قطع بندی شده. مهستان خب تعداد زیادی ساختن ولی هیچ مجوزی ندارن و نمیتونن ادامه بدن ساخت و سازاشون. و سوال آخر هم درباره این ماجرای اخیر تودیع مدیر کل محیط زیست تهران بود و حواشی که داشت، این دوتا رو دیگه لرج خودتون زمان رو. خیلی متشکر. من تو بحث بمو خدمتتون عرض کنم، خودتونم واقفید، کار خوبی بازم انجام شد، من تشکر میکنم تو این زمینه واقعا. خب بمو در دو مرحله، دو تا 700 هکتار به نوعی مجوز داده شد بهش و اینجا یه 150 هکتاری تقریبا اصلا مجوز داده نشد. ما ریاست محترم جمهور هم تو برنامه تحولیشون این بحث مطرحه، هم همیشه توی دولت به من درس فرمودند که آقای سلاجق فقط خدا و قانون مبنای کار قرار بگیره. خب الان دولت جمهوری اسلامی را مکلف است که سالی 1 میلیون واحد مسکونی تحویل مردم بده و اتفاق بیفته. از اون ور استاندار محترم استان فارس که یک انسان واقعا هم ولایی انقلابی متدین و عالم است، من واقعا اعتقاد دارم با دکتر ایمانی، ایشون هم نسبت مسائل محیط زیست خیلی حساسن و خیلی واقعا اعتقاد دارن. تو این بحث قرار شد که بحث اونجا تو مجموعه بمو 400 هکتار از در حقیقت مجموعه منطقه حفاظت شده بمو در اختیار این بحث قرار بگیره که ما این رو وقتی که رفتیم ارزیابی کردیم دیدیم کار قبلی هم خلاف تعهدی انجام شده و این مسائلی که به صورت کار انجام شده بود، آقای رئیس جمهور اومدن این بحث رو در اول که خودش بحث تو شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مطرح شد اونجا، خب مخالفت شد خوشبختانه تو اون بحث اونجا. آقای رئیس جمهور هم به بعد یه ماموریت دادن، دیدن بحث دوباره مطرح است و وزیر محترم را شهرسازی پیگیری میکنن، یه ماموریت به معاونت حقوقی به عنوان در حقیقت ما حالا داور قرار دادم، عنوان داوری که شما با محیط زیست و راه و شهرسازی بشینید و این موضوع رو سامان بدید، که خوشبختانه وقتی اونجا مطرح شد ادله ما اومد مطرح شد، معاونین محترم خود وزیر محترم راه و شهرسازی اومدن، معاونت حقوقی خودشون حضوراً تشریف داشتن و معاونینشون، این بحث مطرح شد و اونجا بازم مهر صحه خورد بر مسئله محیط زیست و اینکه برسه باعث این اتفاق نیفتد، چون ما اعتقاد داریم که اونجا اراضی دیگه هستن که میتونیم تو این بحث در اختیار راه و شهرسازی در جنوب شهر فارس شهر شیراز قرار بگیره. این بس تقریبا به نوعی پروندهش بسته شد، ولی یعنی از اون 400 هکتار دیگه نه تحویل داده نمیشه. ولی عرض کردم این بحث مطرحه تو اون قسمت که ما یک ارزیابی خود ما، چون این بحث رو اعتقاد داریم خیلی از مناطق حفاظت شده کشور اومدیم و مناطق مسکونی مردم رو به نوعی در اختیار قرار گرفتیم و مردم الان اونجا مشکل دارن، تعارض وجود داره که ما داریم تعیین تکلیف می‌کنیم. یکی از نقاطی که شاید باید بهش بپردازیم توی بحث، چون وقتی حالا باید نگاه بکنیم ارزیابی محیط زیستی ما خیلی از مناطقمون، من خدمت دوستانم و معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمانم این بحث رو کاملا مطرح کردیم که مناطق ما باید مرزهاش کاملا با شرایط فعل تطبیق پیدا بکنه. خیلی از مناطق ما مناطق مسکونی مردم رو آوردیم و مشکلی ایجاد کردیم برای سازمان، برای مردم مشکلی ایجاد کردیم، مردم رو رو در روی محیط زیست قرار دادیم و خیلی از نقاط هست که اصلا ارزش محیط زیستی دیگه نداره، اون ارزشی که ما برای مناطق شاخصهایی که در نظر میگیریم نداره. این باید یه بازبینی صورت بگیره و توی این بازبینی ها هم ارتقای مناطق رو داریم، خیلی جاها باید سطحش افزایش پیدا بکنه، خیلی جاها باید یک سری مناطق رها بشه برگرده به دامن منابع طبیعی کشور یا اگه مال مردم است به مردم برگرده. تو این قسمت این کارام داریم انجام میدیم، ولی تو بحث اول خدمتتون عرض کردم این بحث پروندهش بسته شد تو اینجا. اما بحث دومی که مطرح فرمودید، خب مسئله‌ای که در استان تهران اتفاق افتاد، ما در خب هر دولتی، این دولت من فکر کنم که از دولت‌های مظلوم تاریخ جمهوری اسلامی ایران هست که هنوز که هنوز یک سال هم گذشته هنوز خیلی از مدیر کلا عوض نشدن و این با توجه به رویکردی که ریاست محترم جمهور در بعد این که همه اینا فرزندان نظام هستن، فرزندان انقلاب هستن و اگه قرار مدیر کارایی داره و کارا هست می‌خوایم بمونه آقا حکمش ابقا بزنیم بمونه، که ما در محیط زیست سه تا حکم رو اینجوری این کار رو انجام دادیم و ابقا حکم ابقا زدیم و ایشون همیشه از هیئت دولت می‌خواستن که هر چی سریعتر تعیین تکلیفش، قرار مدیری بمانه بماند، قرار مدیری برسا جا به جا بشود، مردم مطالبه مردم هست که دولت عوض شده با شعارهای جدیدش، با این شعارهایی که بیشتر پای مردمی هستن پس اتفاق بیفته. در همین راستا در استان تهران ما در سال 1400 با هماهنگی‌هایی که با استاندار محترم شد و ایشون مطالبه داشتن که محیط زیست استان تهران هم عوض بشه مثل بقیه جاهای کشور،
و ما اون موقع خب یه بحثی افرادی به معمولا معرفی میشن یا استاندار معرفی میکنه به ما یا ما به استاندار محترم معرفی میکنیم و با هم نهایتا به یه نتیجه میرسیم. توی اسفند ماه 1400 ما یک مدیر کل رو در حقیقت یه فرد رو معرفی کردیم. وقتی این معرفی شد دیدیم مدیر کل استان تهران شنیده بود که یک فردی قرار بیاد جانشینش میشه، یک پیام خیلی عذرخواهی میکنم که حتی یک کارمندم در نظام جمهوری اسلامی هم چه برسه به یک مدیر یه همچی پیامی، که این پیام خیلی عذرخواهی میکنم ناخوشایندی بود از جنبه های مختلف حالا داده شد به اون فردی که قرار بود جانشین ایشون بشه و ایشون اومد بحث مطرح کردن. مجموعه حراست ما پیگیری کرد، خب ایشون های مدیر کل اومد اونجا و ایشون دقیقاً اظهار ندامت کرد که همچه اتفاقی نه و اون اصلا محتوای اون پیام خیلی اصلا در خوری برای نظام نیست، واقعا تو اون قسمت برای فرد، برای یک انسان، برای یک شهروند واقعا نیست. بعد که خب بعد از خب داستان ادامه داشت تا اینکه ما در قرار شد یه مدیر کل چند تا گزینه آی استاندار معرفی کرد، ما هم معرفی کردیم خلاص نهایتا روی گزینه با هم توافق رسیدیم. خب به نوعی نمایندگان محترم مجلس هم نظر مشورتیشون تو این قسمت اتخاذ شد و قرار شد این بحث انجام بشه. من. خب با توجه به بیشینه ای که از مدیریت فرد در حقیقت داشتیم اینجا، ما اون روز اتفاقا هیچ کدوم از من، چون معمولا مدیر کلای ما یکی از معاونین میرفت برای معارفش، اون روز معاونین محترم نبودن. نهایتا چون همون روز هم دقیقا مدیر کل حوزه ریاست یک حکم سرپرستی معاونت محیط زیست انسانی هم بنا به دلایلی گرفته بود که این دو روز بیشتر طول نکشید این بحث سرپرستی ایشون. خب ایشون در جایگاه معاون تقریبا بودن دیگه، بر اساس ایشون و مدیر کل حوزه حراست و حوزه بازرسی این ستا رفتن برای معارفه. حالا اونجا چه فضا گذشت، اون متاسفانه تو اون فضا چی گذشته بود و چه جوری بحث مطرح شد که مطرح کردن که آقای مدیر کل گفته بود که من نبودم در منطقه، در منطقه خجیر و در منطقه حفاظت شده بودن. راست میگن دقیقاً اونجا، چون اداره کل محیط زیست استان تهران اصلا در منطقه حفاظت شده خجیر قرار گرفته و ایشون کاملا درست بود، ولی از جنبه گفته بودن که من در حال بازدید بودم. خیر آقای مهندس نقیرو که اینجا حضور دارن، مدیر کل محترم روابط عمومی، با ایشون همون روز داشتن تقدیر میکردن تو اداره کل استان تهران از آزادگان قهرمانی که برسا داشتن تو مجمع، بعد مراسم آزادگان بود که داشت کار انجام میشد. ولی وقتی ایشون شنیده بود که قرار جابجایی انجام میشه، سریع کت شلوار در میارن با لباسی که برسا شما خودتون تو فضای مجازی و حقیقی هم دیدی با چه لباسی ایشون ظاهر شدن تو اون جلسه، سریع کت شلوار میاد بیرون و با این ادعا که من در منطقه کاملا درست در منطقه حفاظت شده خجیر بوده، اداره کل استان تهران اصلا اونجا هستش و ایشون میاد اون فضا رو برسا اونجوری ملتهب میکنه و بعدش هم متاسفانه اون کارهایی که دور از شأن یک کارمند در نظام جمهوری اسلامی ایران هست اتفاق میفته و مدیر کل حوزه ریاست و سرپرست معاونت انسانی ما اونجوری مورد ضرب و شتم قرار میگیره به صورت فیزیکی و بعدش هم اون فضای مجازی که دیدین ایجاد شد که ما واقعا اینجا اصلا سعی میکردیم سازمان از این فضا دور کنیم، سازمان اصلا به این فضا نپردازه واقعا، یعنی شأن سازمان نیست که بیاد، ولی از مجموعه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور این انتظار رو داشتیم که سریعا موضوع جمع بشه، که متاسفانه حالا اینجا هم بس واقعا ما هنوز گله داریم. من همون روز با استاندار محترم تماس گرفتم، گفتم که ایشون فرمودن که من سعی می‌کنم دستگاه رو وارد کار بکنم، شما تو بحث تخلفات سازمان تو وارد کار بشید که تخلفات سازمان تا اینکه شکایتی بیاد ادله جمع بشه و اینا یه بازی زمانی می‌کشه، ولی اتفاق افتاد و اون فضا ایجاد شد. ما خوشبختانه واقعا همین اصل ماجرا همین بود که خدمت عرض کردم، ولی از کیان سازمان دفاع میکنیم، سیانت میکنیم، کیان سازمان، کیان همه کارمندهای شریفی که وجود دارن توی این مجموعه دفاع میکنیم که خب اون الان فرآیند قانونیش داره طی میشه و انشالله امیدوارم که دستگاه های قضایی کشور واقعا مبتنی بر واقعیات و اون چی که اتفاق افتاده مسئله مورد بررسی قرار بگیره و انشالله بر صورت اون بس دیگه به جای خودش برسه از لحاظ حقوقی و اینکه یک انسان اونجا بر سبش جسارت میشه با اون شرایط. متاسفانه اونم یک مسئول کشور در نظام جمهوری اسلامی ایران، انشالله که این بحثا همش صادقانه و شفاف باشه. فقط اجازه بدید من چند تا موضوع، چون تقریبا 4 روز مونده به اینکه بنده، 5 روز مونده به اینکه بنده یک سال باشه در خدمت محیط زیست کشور و خادم محیط زیست کشور هستم، یه چند تا اولین ها رو برای اولین بار تو کشور عرض کنم. تو بحث محیط زیست تو این یک سال اتفاق افتاد در دولت انقلابی مردمی، سند ارتقای فرهنگ که سال 1398 مصوب شده بود تو این یک سال واقعا خوشبختانه اجرایی شد. برای اولی بار سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سازمان محیط زیست کشور متولی پیدا کرد، دستگاه‌ها وظیفه خودشون دارن می‌بینن، داریم بر اساس شاخص‌ها دستگاه رو تو بحث
اجرای سیاست‌های 15 گانه مقام معظم رهبری داریم پایش میکنیم، داریم ارزیابی میکنیم. برای اولین بار این بحث واقعا در دستور کار جدی سازمان تو این قسمت هست. کارگروه محیط زیست و پسماند کشور خوشبختانه توی سازمان خیلی فعالانه، یعنی هر حداقل هر دو هفته یک بار داره تشکیل جلسه میده، چهارشنبه بعد از ظهر. و مخصوصا تو بحث پسماندهای شمال کشور به صورت کاملا میدانی و عملیاتی وارد کار شدیم. پسماند سراوان کاملا داره مدیریت میشه، ساماندهی داره میشه خوشبختانه، بحث پسماندهای کشور داره مدیریت میشه. تو این قسمت شمال کشور به عنوان یک الگو برای ستاش یه برنامه 4 ساله واقعا سازمان ارائه داد و وزارت کشور به عنوان متولی داره کارش انجام میده تو این قسمت. یعنی ما خود ریاست محترم جمهور میدانی وارد کار شدم، من به عنوان دستگاه ناظر که خود کارگروه مدیریت پسماند کشور مرتب داره با همه دستگاهایی که متولی هستن در سازمان تشکیل جلسه میده و خروجیاش کاملا میدانی است و عملیاتی است. برای بقیه استانهای کشور این کار انجام شد خوشبختانه. برای اولین بار همون سامانه جامعه محیط زیست کشور که مشتمل بر همه فعالیت های سازمان هست خوشبختانه اجرایی شد. خدمتتون عرض کردم بحث ما 1200 دستگاه موتور در اختیار واقعا مجموعه محیط زیست کشور قرار گرفت که این از لحاظ بحث پایش و پیمایش محیطبان های ما فوق العاده ارزشمنده. انشالله امیدوارم که قولی که به محیطبان های کشور دادیم و واقعا سازمان محیط زیست تو این کشور تو این زمینه از لحاظ وسیله نقلیه خیلی محروم هست، انشالله بتونیم به همین نسبت دستگاه واقعا وسیله نقلیه مناسب انشالله تزریق بکنیم، خودرو تزریق بکنیم به بدنه سازمان که داریم پیگیری میکنیم تو این قسمت. و بحث پایش های پهبادی رو خود خوشبختانه تو کشور شروع کردیم. بحث بی سیم رو تو کشور داریم متمرکز و ساماندهیش میکنیم به صورت واحد کل کشور رو انشالله پوشش بدیم تو این قسمت حتما. بحث استفاده از تکنولوژی های روز، فناوری های روز سال دانش بنیان هست و ما هم شعار محیط زیست مردم پایه هوشمند و فناورانه است که از این ظرفیت داریم به نحو مطلوب انشالله استفاده میکنیم. ما خوشبختانه برای اولین بار اومدیم شرکت های دانش بنیان رو فراخوان دادیم، یه همایش خیلی خوبی برگزار شد. داریم از ظرفیت هاشون تو بحث هم بقیه دستگاه استفاده میکنیم، توصیه میکنیم به بقیه دستگاه، هم خودمون تو بحث محیط زیست واقعا داریم از این ظرفیت به نحو مطلوب انشالله استفاده میشه تو این قسمت. سامانه نظارت بر قانون جامعه هوایی پاک کشور که یکی از بحثایی بود که واقعا خب هم وزارت دستگاه قضا ورود پیدا کرد، از ما بازخواست کرد و خوشبختانه ما توسط سازمان بازرسی کل کشور مورد تشویق قرار گرفت. سازمان محیط زیست تو این قسمت که داریم کارمون رو به نحو مطلوب انجام میدیم انشالله. جایزه ملی محیط زیست کشور بعد از 4 سال داره خوشبختانه اجرایی میشه در سازمان که یه بحث مهمیه. بحث 411 پروژه فاقد مجوز محیط زیست که من اینجا خدمتتون عرض کنم که خیلی از این پروژه ها اصلا شاید مشمول مجوز هم قرار نمی گرفتن. یعنی مجوزهای محیط زیست چند سالی باب شد تو کشور، قبلا به هر صورت مشمول مجوزها قرار نمی گرفتن و اگه اینا رو حذف بکنیم تقریبا ما خوشبختانه تو این زمینه هم دولت به هم مجلس بهش پرداخت، هم دولت واقعا حمایت کرد تو این بحث که برای اولین بار بحث اتفاق افتاد. ما شورای حقوقی سازمان رو برای اولین بار تو کشور تشکیل دادیم چون واقعا سازمان ما هم محیطبان‌های ما همیشه مظلوم واقع می‌شدن، هم خیلی از همکارای ما تو بحث‌های کیفری تو بحث مسائل حقوقی که داشتیم، هم حقوق داخلیمون هم حقوق بین‌الملل یعنی کشورها، این شورای حقوقی سازمان به نحو مطلوب شکل گرفته داره فعال میشه، از حقوقدان‌های طراز اول و مجرب کشور شکل گرفته. این قسمت برای اولین بار بانک جامعه مدیران ارشد سازمان در حقیقت شکل گرفت خوشبختانه. برای اولین بار کشور رو به 5 منطقه تقسیم شد و کشور به صورت منطقه‌ای داره مدیریت میشه. ما نشست‌های منطقه‌ایمون داره هر چند وقت یه بار تو مناطق مختلف، مناطقی که از لحاظ الگوهای محیط زیستی تقریبا همسان هستن در یک الگو قرار گرفتن، در یک منطقه قرار گرفتن و این بحث داره تو کشور واقعا هر چند وقت یک بار داره جلساتش تشکیل میشه. خروجیاش فوق‌العاده ارزنده بود تو این قسمت که این اتفاق داره میفته. اینا خدمت رو عرض کردم با همه اون چی که ما اعتقاد داریم که محیط زیست کشور انشالله باید از لحاظ ساختاری مبتنی بر ایده های عملیاتی که واقعا زود بازده باشه برای کشور و از اون بر پایداری محیط زیست کشور انشالله حفظ بشه، این بحث در دستور کار داریم و طبق قولی هم که روز اول دادیم انشالله حتما به این مسئله میپردازیم و امیدوارم که با همت شما مخصوصا رسانه خوب فرهیخته و واقعا رسانه وزین فرهیختگان که هم در بعد سخت افزاریش هم نرم افزاریش هم خوشبختانه در بعد قلم زدنش که یک قلم واقعا مبتنی بر پژوهش هست، مبتنی بر دانش هست
و مبتنی بر کارهای خیلی کارهای پشت صحنه ای که انجام میشه تا خروجی ما در قالب یک گزارش میبینیم که داره اتفاق میفته، انشالله دست به دست هم بدیم و اون چی که مرضی رضای حق است و اون چی که حضرت آقا از ما خواستن که محیط زیست باید به مسئله درجه یکی کشور تبدیل بشه و اون چی که شعارهای ریاست محترم جمهور که در هم این که هیچ پروژه‌ای عمرانی بدون مجوز محیط زیست کلنگ نخورد، همین که توسعه فرع بر محیط زیست است، انشالله ما بتونیم که پاسخ توسعه کشور هم به نحو مطلوب بدیم و یه توسعه درخور برای کشور شاهد بشیم و محیط زیست کشورمون هم انشالله رو به جلو باشه و روزهای خوبی رو تجربه بکنه. من از همه شما بزرگوار تشکر میکنم، مخصوصا از حضرت عالی که برای صورت خیلی محکم و میدانی و بسیجیوار انشالله همیشه در کنار محیط زیست کشور بودیم. ما هم تشکر میکنیم و انشالله خیلی ممنونم از شما و همکاران محترم، انشالله که توفیق داشته باشید در مسیر خدمت به مردم، کما اینکه تو این یک سال گذشته هم همین طور بوده. این رو با اطلاع عرض میکنم، تعارف نیست، سلامت باشین و همین مسیر هم ادامه داشته باشه و برنامه‌ریزی هایی که دارید انشالله همش به نتیجه برسه و مورد تایید مردم و حضرت آقا هم باشه. تشکر میکنم از شما.